در این وقت پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و ردای ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و نزد او می آمدند و می گفتند درود بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدند. بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت ببینید، او را نزد شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. ببینید، آن مرد اینجاست. سپس عیسی بیرون آمد، تاج خاری بر سر و ردای ارغوانی بر تن داشت. مصلوبش کنید! مصلوبش کن! مصلوبش کن! مصلوبش کن! مصلوبش کنید! مصلوبش کنید! مصلوبش کنید! مصلوبش کنید! او را مصلوب کنید! مصلوبش کنید! شما او را ببرید و مصلوبش کنید، چون من هیچ تقصیری در او نمی‌بینم. ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد، زیرا ادعا می‌کند که پسر خداست. وقتی پیلاتوس این را شنید، بیش از پیش هراسان شد. به کاخ خود بازگشت و از عیسی پرسید تو از کجا آمده ای؟ اما عیسی به او پاسخ نداد. آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد. اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی. هر که ادعای پادشاهی کند بی گمان دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید، عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش بر مسند قضاوت نشست. در عبری نام آن مکان جباتا است. وقت تهیه فسح و نزدیک ظهر بود. پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجاست. مصلوبش کنید. بکشیدش.
آیا میخواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود.